چرا بزرگترین سوره قرآن با اسم بقره نامگذاری شده است؟ چرا سوره بقره به قله قرآن معروف است؟ دلیل اینکه سوره بقره به نام قله قرآن شناخته شده است چیست؟ چه عللی باعث شده است که محتوای این سوره و خواندن آن از اهمیت بالایی برخوردار باشد؟ خواندن سوره بقره چه فوایدی دارد؟ سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. قله قرآن یا همان بقره دومین سوره قرآن است. همانطور که می دانید دومین سوره قرآن کریم سوره بقره می باشد و بزرگترین سوره محسوب می شود، به طوری که شروع آن از جزء اول بوده و در جزء سوم به پایان می رسد. اولین سوره مدنی که بعد از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه در زمانهای متعدد و به تدریج نازل شده است، سوره بقره می باشد. این سوره دارای 286 آیه می باشد. علت اینکه این سوره به نام بقره نامگذاری شده است به داستانی که درباره گاو بنی اسرائیل در آیات 67 الی 73 روایت شده برمیگردد. فضیلت و برتری سوره بقره در چیست؟ چنانچه پیشتر از برتری سوره بقره به لحاظ طولانی بودن و جامعیت آن سخن گفتیم، باید بدانید این سوره گسترده دارای احکام فقهی، اصول اخلاقی، معارف و حقوقی فراوانی می باشد. به همین خاطر در بین سوره ها بی نظیر و بی همتا شناخته شده است. فراز آیت الکرسی از این سوره نیز اهمیت بالایی داشته، به طوری که شامل مضامین بلند خداشناسی و توحید بوده و همین امر باعث شده است این سوره از عظمت و اوج بالایی برخوردار باشد. و نیز در حدیثی از امام سجاد علیه السلام آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است کسی که 4 آیه از آغاز سوره بقره و آیت الکرسی و 2 آیه بعد از آن و 3 آیه از آخر آن را بخواند، هرگز در جان و مال خود ناخوشایندی نخواهد دید و شیطان به او نزدیک نمی شود و قرآن را فراموش نخواهد کرد. ناگفته نماند مفهوم پاداش ها، ثواب ها و فضیلت های مهمی که برای خواندن آیات و سوره های قرآن کریم شده است هرگز به این معنی نیست که ورد زبان انسان باشد و فقط قناعت به گردش زبان کند، بلکه مقصود از تلاوت قرآن برای فهمیدن و فهمیدن به منظور اندیشیدن و همچنین اندیشیدن صرفا برای عمل کردن می باشد. جالب این که هر برتری و فضیلتی که درباره سوره یا آیه ذکر شده است دقیقاً با محتوای همان آیه و سوره مطابقت و تناسب دارد. به عنوان مثال در فضیلتی که برای سوره نور آمده است می‌خوانیم کسی که بر آن مداومت کند خداوند او و فرزندانش را از آلودگی به زنا حفظ می‌کند. به علت همین دلیل ها می باشد که دستورات بسیار مهمی مبنی بر مبارزه و مقاومت با انحرافات جنسی، دستور به حجاب، دستور به تسریع ازدواج، دستور به ترک شایع پراکنی و افتراهای ناروا، دستور به ترک چشم چرانی و دستور به اجرای حد شرعی درباره مردان و زنان زناکار در سوره نور آمده است.
بسیار روشن است که در یک خانواده یا جامعه اگر محتوای این سوره اعمال شود، آن جامعه یا خانواده از آلوده شدن به زنا مسئول مانده و محافظت می شود. هرچند ثواب خواندن قرآن کریم برای همگان محرز می باشد، ولی آثار سازنده و ثواب اصلی زمانی اتفاق می افتد که آغازگر اندیشه و عمل باشد. منزلت محتوا و نزول سوره پرفضیلت بقره. داستان از این قرار بوده که شخصی از بنی اسرائیل به شکل مرموز و راز آلودی به قتل می رسد، طوری که به هیچ وجه قاتل آن معلوم نیست. در بین اسبات و قبائل بنی اسرائیل نزاعی صورت می گیرد که برای حل و فصل خصومت داوری را نزد موسی علیه السلام می برند تا حل مشکل مورد نظر را از او درخواست کنند. در آن هنگام موسی علیه السلام دست دعا به درگاه خداوند بالا می برد. ناگهان ندایی می آید که ای موسی، گاوی را ذبح کن و به مقتول بزن. او حتما زنده می شود و کسی که وی را به قتل رسانده بود معرفی خواهد کرد. آن مرد گفته های موسی علیه السلام را به صخره گرفته و خطاب به او گفتند از خداوند سوال کن که شکل و ظاهر این گاو چگونه باشد. موسی پرسید و جواب داد نه جوان و نه پیر، پس بین این دو باشد. سپس سوال کردند چه رنگی داشته باشد. فرمود به رنگ زرد و روشن باشد، به طوری که با دیدن آن وجد و سرور مردم نمایان شود. یک بار دیگر مردم گفتند اگر قادر هستی توضیحات زیادی در مورد این گاو بده، و باز هم پاسخ داد گاوی باشد که در زمان شخم زنی از آن استفاده نکرده باشند. در نهایت با تلاش بسیار مردم قانع شده و یک رأس گاو را با مشخصاتی که موسی علیه السلام گفته بود به قیمت گزاف خریدند و ذبح کرده و به جنازه زدند. همین که این کار را کردند با اذن خداوند متعال جنازه زنده شد و مقتول قاتل خود را به همه شناساند. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.